بر اساس آخرین اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی امامت ایران، رژیم آخوندی ظرف 9 روز اخیر دست کم 60 تن از هموطنانمون رو اعدام کرده. سوال اینه که دلیل این اعدام ها چیه؟ همراه هستیم با خانم شهرزاد علوی تا به این موضوع بپردازیم. سلام دارم خدمت شما خانم علوی، تشکر از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. سلام میکنم خدمت شما و هممیهنان عزیزم. سوال اولم این هستش که در عملکرد ماشین کشتار رژیم آخوندی که 60 اعدام در 9 روز گذشته رو داشتیم، در واقع هر 3.5 ساعت میشه 1 اعدام. علت چیه؟ رژیم این همه اعدام رو به چه دلیل داره انجام میده تو این مقطع؟ رژیم آخوندی یک رژیم ضد مردمی هست و از ابتدای پایه‌گذاری خودش بر 2 پایه سرکوب در داخل و جنگ افروزی و تروریسم در خارج ماهیت خودش و هویت خودش و موجودیت خودش رو حفظ کرده. و اینکه اعدام چیز جدیدی الان تو این رژیم نیست، کما اینکه مستمرن با اعدام جلوی قیام سد بسته و سالهاست داره همین کارو میکنه. اون چیزی که الان باعث تعجب هست و باید بهش بپردازیم اینه که این رکورد 9 روز 60 اعدام این به چه علت هست. واسه اینکه علت اینو در بیاریم بعد یک نگاهی بندازیم به وضعیت رژیم و بنبست مرگباری که خامنه ای توش گیر کرده. من اول یه چیزی رو بگم. ببینید وقتی که یک رژیمی با اعدام و سرکوب با مردم خودش تنظیم میکنه، این اعدام نشون دهنده قدرتش نیست، نشون دهنده ضعفشه. به خاطر اینکه این با اعدام از مردم میترسه، این میخواد جلوی قیامو بگیره و این سد کردن جلوی قیام نشون دهنده وحشت این از مردم خودشه. بنابراین اولا از موضع ضعف داره این کارو میکنه. ولی واسه اینکه بپردازیم به اینکه حالا الان چرا داره این کارو میکنه یا علت این موج بی سابقه اعدام چی هست، ببینید اعدام ها این رکورد بی سابقه اعدام درست مصادف شد با معرفی کابینه پزشکیان. کابینه پزشکیان در چه شرایطی ایجاد شد؟ همینطوری که میدونین خامنه ای بعد از ضربه مرگبار هلاکت رئیسی و اون دو پتک بزرگ تحریمی که توسط مردم به انتخابات مسحک و فرمایشه اون فرود اومد، مجبور شد واسه سد بستن جلوی قیام به پزشکیان تن بده. اما معرفی کابینه نشون داد که هیچ راهی جز انقباض و بستن شکاف ها در این رژیم وجود نداره، یعنی به اصطلاح خالص سازی که همیشه خامنه‌ای هم حرفشو میزنه. حالا چرا اینطوریه؟ نید الان شرایط جامعه ایران انقدر انفجاریه که اصلا به تعبیری میگن مثل یک اتاق گاز میمونه که فقط یک جرقه میتونه منفجرش کنه. به دلیل اینکه تمامی عواملی که منجر به قیام های 96 98 و 401 شده بود از بین که نرفته، هیچ 100 درجه هم بدتر شده و روز به روز هم داره بدتر میشه. از طرفی یک واقعیت انکارناپذیر هم هست، اون وحشت بسیار شدید خلیفه ارتجا از مقاومت در داخل و خارج ایران و همینطور وحشت اون از پیوستن مردم به مجاهدین و به خصوص کانونهای شورشیه. کانونهای شورشی کسانی هستند که با نهایت تهور و دلیری و قهرمانی یک فضای ایجاد کردند که روزگار رو سیاه کردن به ولی فقیه و این میترسه ازشون. شما فکر کنین، من قبل از این یه چیزی رو بگم، من دیروز بود توی خبرگزاری تسنیم که مال رژیم و وابسته به نیروی تروریست قدس هست، یه چیزی رو خوندم خیلی جالب بود. گفته بود که آلمان تبدیل شده به اردوگاه سری مجاهدین و کلی سوز و گداز که به چه دلیل برلین علناً میزبان اجلاس سالانه مقاومت بوده، که البته این نشون میده که چقدر این مقاومت در داخل رفته، چقدر گرد همایی مقاومت واسه مردم دیده شده و اینا چقدر ترسیدن. و یا همون روز، یعنی همین دیروز که چهارشنبه بود، سایت جماران کلی آه و ناله کرده بود که به چه دلیل
دفتر شورای ملی مقاومت در پاریس هست و یا اینا چه روابطی با دولت فرانسه دارن. اعتبار مجاهدین در فرانسه اونو به هم زده بود و همینطور هاشمی نژاد که خودش یک شکنجهگر و مأمور اطلاعات ولی یک عنوان مضحکی رو به نام دبیرکل هابیلیان به دوش میکشه، این کلی در رابطه با مجاهدین و نقش اونا در قیام ها و نقششون در پرونده های تروریستی رژیم و همینطور به خصوص فعالیت های موفقیت های بین المللی خانم مریم رجوی و در رابطه با اجلاس سالانه مقاومت گفته بود که این چقدر گستردگی داشته و دولت ها هم نمیتونن همچی کاری بکنن. حالا ببینید اینو شما وضعیت مقاومت و گستردگیش که همینطور تو چشم رژیم و ارتجاع هم داره فرو میره و همینطور کانون های شورشی که مرتباً در حال عملیات هستن و عملیاتشون مرتباً ارتقا پیدا میکنه و وضعیت انفجاری جامعه، همه اینا رو بذارین کنار هم دیگه و بعد ببینید اینا خودشون میبینن. پس این ولی فقیه ارتجاع هم اینا رو میبینه، همه چیزم میدونه و وضعیت سوراخ سوراخ و سراپا فساد رژیم خودش هم میدونه. پس اون واسه این که بتونه جلوی انفجار جامعه رو بگیره بعد تمامی شکافاشو ببنده، چون میدونه که یک شکاف اگر باز بکنه این انبار باروت یا این اتاق گاز منفجر میشه. بنابراین با چیدن کابینه مطابق نظر و میل خودش که همه میدونیم چه شکلی چید آخرش کابینه رو، میخواد شکافا رو ببنده، به اصطلاح انقباض و خالصسازیش ادامه بده و با حد اکثر سرکوب میخواد یک فضای رعب و وحشتی تو جامعه ایجاد کنه، جامعه رو خاموش بکنه و به نیروهای وارفته خودش هم یک روحیه بده. این الان وضعیتیه که علت این اعدام ها هست. بله، شما اشاره کردید به اینکه هدفش از چنین کشتاری همین اعدام ها، بله. البته عملکردهای دیگه که دارن در زمینه سرکوب همین بستن فضای جامعه، جلوگیری از همون انفجار اتاق گازی که تشبیه کردید هست و خلاصه میخواد این رو مهار کنه. به نظر شما چقدر در این زمینه موفق بوده و چه میزان به اهدافش رسیده رژیم؟ اگر هدف رژیم از این اعداما و این ایجاد وحشت و ارعاب سرد و خاموش و مطیع کردن جامعه بوده، ما الان واقعیت‌ها نشون میده که به هدف خودش نرسیده. شما الان یک نگاهی به وضعیت جامعه ایران بندازین، دو تا تحریم، یعنی تحریم هم نه، پتک تحریم پشت سر هم دیگه خورد توی سر رژیم و این ولی فقیه ارتجاع و آبروش جلوی تمام دنیا رفت، چون نشون دهنده نفرت بسیار شدید مردم بود که علنا نشون دادن و همه دنیا هم اینو دید. یک نگاهی بندازین به کانونهای شورشی. کانونهای شورشی علارغم سرکوب، علارغم دستگیری، علارغم کشتاری که این رژیم داره میکنه، روز به روز گسترده تر شدن، عملیاتشون روز به روز بیشتر شده و ارتقا پیدا کرده و این ارتقای عملیات و اینکه هر اعدامی که میشه کانونهای شورشی چند تا مقر اینا رو من آتش میزنن، هر سرکوبی که میشه، هر خونه‌ای که خراب میشه، هر کشتاری که میشه، کانونهای شورشی چندین برابر انتقامش رو میگیرن و مقرات اینا رو به آتش میکشن و این پاسخهای آتشین اینا رو به کابوس دیکتاتوری مذهبی تبدیل کرده. یعنی بدون هیچ اقراقی میگم کابوس اینا، چون از پسش بر نمیاد و اینا همون آتش زنه های قیام و انقلاب تو ایران هستن. از طرف دیگه یه چیزی که بسیار خیره کننده است و من فکر میکنم شاید اصلا بی‌نظیر باشه، مقاومت زندانیای ماست. ببینید زندان قانون ارعابه، قانون شکنجه است، قانون اعدام و کشتاره، ولی زندانیای ما از توی زندان بیانیه میدن، از توی زندان بر علیه اعدام دارن مقاومت میکنن. همین پریروز روز سه‌شنبه شروع 29مین هفته کارزار درخشان سه‌شنبه های بر علیه اعدام بود، چون که این از یک کارزاری هست که زندانیان یک روز اعتصاب قضا میکنن. این اعتصاب قضا از یک یا دو زندان شروع شد و الان گسترش پیدا کرده به 18 زندان. اینا بیانیه میدن، تحت فشار قرار میگیرن، اذیت میکنن، ولی اینا دست بر نمیدارن و این زندانیان ما ثابت کردن که اعدام
به جای این که ترس و وحشت و خمودگی ایجاد بکنه، اتفاقا باعث افزایش انگیزه ها شده. یک نگاهی بندازین به تظاهرات و این تجمعات اجتماعی که الان اینا شعاراشون سیاسی شده، و وقتی که یک شعار سیاسی میشه یعنی این رادیکالیسم در فضای جامعه. بعد یک فاکت دیگه هم که به نظر من بسیار قابل توجهه، این ترس و وحشت رژیم از پیوستن مردم و به خصوص جوانان به مجاهدین هست. شاخصش هم چیه؟ این دادگاه مضحکی که اینا تحت عنوان دادگاه 104 نفر بر علیه مجاهدین، اونم 40 و چند سال بعد از اینکه خمینی خودش حکم داده بود که هر کسی که تو ذهنش هم حتی مجاهدین قبول داره بعد اعدام شه، بعد اینا حالا الان به فکر این افتادن که دادگاه تشکیل بدن، پرونده باز کنه. این نشون میده که اتفاقا اینا به شدت از مجاهدین میترسن، چون که مجاهدین محبوبیت و مقبولیت دارن در جامعه. تمام کارهای اینا واسه ترسوندن مردم، واسه جلوگیری از پیوستن مردم و به خصوص جوانان به مجاهدین هست. و یک چیز خیلی مهمتری که باید بگم، ببینید جامعه ایران یک جامعه خونسا نیست. جامعه ایران یک جامعه با یک مقاومتی با قدمت 6 دهه، با 120 هزار خونه که بر در راه آزادی ریخته شده، اینا هیچ کدوم بی اثر نیست. همین روزایی که ما توش هستیم سالگرد 30 هزار سربدار شده در قتل عام سال 67 در اون تابستان خونینه. اینا خونشون هرگز فراموش نشد. رژیم خیلی تلاش‌های مختلف کرد. گورای دست جمعی این بچه‌ها رو خراب کرد. روش آسفالت کرد، نمیدونم از همه جلو کرد. اون می‌خواست این جنایتی که علیه بشریت مرتکب شده مخفی بکنه. ولی نه تنها نام و یاد این شهدا فراموش نشد، بلکه مقاومت و سر موزه بودن اونا به صورت وجدان جامعه ایران در اومد و به صورت الهام بخش بسیاری از جوانان ما در قیام‌های متعددی که دیدیم. دیدید هیچ چیزی بی حساب کتاب نیست، هیچ چیزی از بین نمیره. جنبش دادخواهی درست چند روز بعد از شروع قتل عام در سال 67 با تلگرامی که رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی به دبیرکل سازمان ملل داد شروع شد و در تکامل خودش تبدیل شد به گزارش بسیار مهم آقای جاوید رحمان که به جنایات رژیم رو در طی این سالها، یعنی از سال 60 تا سال 67 و تا الان که ادامه داره، به عنوان نسل کشی در سازمان ملل به ثبت داد. و من در انتها میخوام یه نتیجه بگیرم. به دلیل مقاومت ریشه‌داری که ما داریم در جامعهمون، امکان نداره که اختناق، کشتار و اعدام جلوی خیزش و قیام رو بگیره. و با وجود کانون‌های شورشیمون که آتش‌زنه‌های قیام هستن، قیامی بسیار طوفانی‌تر و بسیار فروزان‌تر از قیام‌های قبلی در راه خواهد بود. بله، خیلی ممنون از نکاتی که گفتید. در واقع شما 4 عامل رو برشمردید که رژیم در واقع به اون اهدافی که از این سرکوب ها میخواست بهشون نرسیده. فعالیت کانون ها رو گفتید، اعتصاب زندانیان رو گفتید و بیانیه هاشون، اعتراضات اخشار رو گفتید، از اون طرف هم واکنش های رژیم. خیلی ممنون که در این گفتگو شرکت کردید و نکاتی که گفتید. با تشکر از شما.